پس از آن که کابل و شمار از کشورهای خارجی خواهان آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شدند، اکنون منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهاد است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از پل‌های منجمد شده افغانستان آزاد خواهد شد. اما در این پیشنهاد درباره سکتور مالی و چگونگی انتقال پول به افغانستان چیز گفته نشده است. بانک هایی که پول افغان ها در آن مسدود شده خلاص میشه، آزاد میشه، استقبال میکنیم. ما خواهانی عزیزیم که تمام پول هایی که در بانک های مرکزی آمریکایی و خارجی مسدودن همگی آزاد شوند. از سوی هم منابع بر رویترز گفتند که این پول ها برای رفع نیازهای فوری صحی در افغانستان اختصاص داده می شود. آمریکا تا هنوز در این باره چیز نگفته است. در این حال اینجا در شهر کابل برای بیش از 1000 فامیل نیازمند پول نقدی 265 دلاری کمک های بشری صورت گرفت. ما مصمم هستیم که تمام کمک هایی که از دنیا در افغانستان می آیم او پیسه بی جا نره و بجا مصرف شود و به مردم ما برسه، به ملت ما برسه. از سوی هم به دلیل منجمد شدن پول های افغانستان فعالیت بانکی ازم پاشیده و فقر با گذشت هر روز در حال افزایش است. هرچند که نهادهای حقوق بشری بسیار اندک به کمک نیازمندان شتافتند. ما امروز شاید یک صحنه بودم که یک کسی مریض داشت، یعنی ما خودم 200 روپیه داشتم، 100 روپیه به او دادم که تا شفاخانه رفت. دیگه ما از سازمان بین الملل و خصوصا از جامعه جهانی هم تقاضا دارم که به مملکت ما بسیار یک توجه مثبت بکنند. برای راغلی هم رو شی نلرو ته جنگو دل سدل تر راغلی دل ته مو خون پنا کړی لیاور مشیت سو یو سړی می یو سر دی. با گذشت هر روز نیازمندی مردم افغانستان به کمک های بشری بیشتر می شود و این در حال است که زمستان در حال رسیدن است و مردم توان مالی اندک برای تهیه مواد خوراکی و سوختی دارند. عبیدالله انوری، آریانا نیوز، کابل.